سلام، احوال شما کلانتاینوسی. این داستان اینستاگرام من مثل این که نمیدونم، حالا خیلی هم نمیخوام اصلا نظر بدم قطعی مثلا انرژی منفی یا مثبت بفرستم، ولی ظاهرا اونجور که خودش نوشته بود که یه روزه بررسی میشه و اینا، الان شده تقریبا 5 روز و درست نشد. اما امروز هم بهتون گفتم که زیاد ناراحت نیستم. من چند ساله یه کتابی خوندم 5-6 سال پیش به اسم سرندر، یعنی تسلیم. سرندر خالی هم نبود، حالا اسمشو پیدا میکنم و براتون می‌نویسم. این کتاب خیلی خیلی منو متحول کرد. یعنی متحول که یه جورای نگرش منو تو زندگی تغییر داد. خیلی وقتا گفتم، خیلی جا تو اینستاگرام و تو استوری‌هام و اینا، تو جواب خیلی ها که به من میگن چطوری این کارو میکنی، چطوری تونستی با فلان موضوع فلان مشکل کنار بیای و اینا، همیشه من فقط یه جواب میدم، میگم که من به تسلیم اعتقاد دارم. خیلی وقتا خیلی ها به هم گفتن که مثلا این تسلیم مثلا درست نیست، به خاطر اینکه اون وقت آدم باعث میشه که هدفی در آینده نداشته باشه، بگه هر چی پیش آید خوش آید، ولی اصلا معنیش این نیست. معنیش دقیقا همین اتفاقیه که الان برای من افتاده و مثلا مثل همین یه چیز خیلی با ارزشی بر از نظر خودم که خیلی بهش احساس داشتم، خیلی بهش وابستگی داشتم، مثل اینستاگرام، یه دفعه از بین، حالا نمیخوام بگم از بین رفته، ایشالا برگرده، ولی یه دفعه ازم گرفته شده. من آیا نقشی توش دارم؟ یعنی میتونم این وضعیت رو تغییر بدم یا نه؟ خب به جز اون اعتراضی که دادم، نه، واقعا من توش هیچ دخالتی ندارم. حالا چاره اینه که آیا بشینم مثلا هی بزنم تو سر خودم و اینا بگم هی وای اینستاگرامم رفت، یا اینکه تسلیم شم. من اینجوری فکر میکنم که من که از همه اتفاقایی که قراره که تو زندگی آدم بیفته خبر ندارم، واقعا شاید این هم یه خیری توش بوده دیگه، شاید جلوی یه اتفاق بد، شاید قراره که اصلا همش هم نه بد، شاید قراره که من اون تایمی که حالا تو اینستاگرام داشتم یا اون درگیری ذهنی که برای اینستاگرامم، برای حالا هر چی که می‌خواستم تو اینستاگرام شیر کنم میذاشتم، اون تایم رو قراره که برای یه چیزی که برای زندگی مفیدتر باشه بذارم، قراره یه چیزی در ازاش وارد زندگیم بشه خیلی برام مفیدتر و بهتره و به اصطلاح خیرتره. به خاطر اینه که زیاد نمیشم جنگ کنم با این وضعیتی که پیش اومده، هی بگم وای 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 فلان، و سپردمش دیگه، حالا در واقع تسلیمم. ولی این به معنی نیست که عصبانی نیستم. واقعا دیروز یه لحظه یه عصبانیتی بهم دست داد که یعنی چی، آدم واقعا خیلی مسخره از این اینستاگرام ماجراش که هیچ چیزی ما نداریم، نمیشه مثلا رفت توی مرجع قانونی شکایت کرد، نمیشه سو کرد، هیچی. خب یه عده واقعا خیلی چیزای زندگیشون وابسته به اینستاگرام، تمام درآمدشون و فلان و اینا از راه اینستاگرام. بر من نبود، شاید یه دلیل اینم که ناراحت نیستم زیاد همینه، ولی واقعا یعنی چی که یه نفر بتونه یک طرفه هر موقعی که بخواد یه قرارداد نانوشته‌ای رو با شما به هم بزنه. اون خشمتون هست و انقدر عصبانی هستم که، یعنی عصبانی که نه، یه جور دل شکسته شدم که باعث شده که خب من پیج دیگه هم دارم، یه پیج آشپزی داشتم، دارم یه اکانت نقاشی‌های هیلا رو دارم، خالصا میتونم با اون اکانتام حالا برم تو اینستاگرام و دوستایی که خودم فالوشون می‌کردم و حالا ببینم، یا به اصطلاح اون عادت اسکرول کردنمو تو اینستاگرام برطرف کنم. ولی یه لجی کردم که اصلا باورتون نشه، تو این 5 روز حتی یه دفعه هم لاگین نکردم تو اینستاگرام. اینم از ماجرای اینستاگرام. حالا من اینو اصلا نمیخواستم بگم، بیشتر گفتم ویدیو بگیرم و اینو براتون تعریف کنم، یعنی هی احساس میکنم که من با اینو براتون بگم. دیروز یه میتیشنی گوش میدادم، یه از این میتیشن های راهنما
خیلی هم میشه گفت مدیتیشن بود، یه فایل 4 دقیقه‌ای بود، خیلی تلنگری بود به من و گفتم اینو با شما هم در میون بذارم. اسمش این بودش که بار آخر و یه تکنیک برای اینکه توی لحظه آدم زندگی کنه و باعث بشه که به شکرگزاری و قدردانی برسه. یه تکنیک خیلی هم ساده است. تکنیکش اینه که اول بهتون میگه که همه ما آدم ها یه موقعی، یه روزی، یه لحظه ای بچه که بودیم برای آخرین بار مثلا ما رو بغل کردن و از رو زمین آوردن بالا و دوباره گذاشتن رو زمین. هیچ کدوممون یادمون نیست که اون کدوم دفعه بوده که آخرین بار بوده، ولی واقعیت اینه که یه باری اون آخرین بار اتفاق افتاده. خیلی چیزای دیگه، مثلا یه باری آخرین باری که از توی پارک مثلا از روی سرسره سر خوردیم پایین. حالا درسته همه ماها با بچه‌هامون چند باری رفتیم سر خوردیم، ولی اونا رو نمیگم. منظورم آخرین باری که به عنوان بچه مثلا توی پارک بازی کردیم یا قایم موشک بازی کردیم، آخرین باری که بچه بودیم با دوستان. من خودم سر ماجرای بهاران خواهرم، یکی از چیزایی که خیلی تو ذهنم مرور میکنم و هی سعی میکنم که یادم نره، آخرین دیدارمونو واقعا با جزئیات یادم نیست. یادم اون روزی که خدافظی کرد و رفت و اینا از پیش ما، ولی جزئیاتش یادم نیست. ولی یکی از چیزایی که آخرین بارایی که خیلی با جزئیات یادمه، آخرین باری بودش که باهاش تصویری صحبت کردم که کمتر از 24 ساعت قبل از رفتنش بود. اونو خیلی با جزئیات یادمه، حتی مثلا چی گفتیم به هم، اون چی گفت، قیافش چطوری بود، چه لباسی تنش بود، همه اینا رو یادمه. خب مسلماً نمیدونستم که این آخرین باره که با هم حرف میزنیم، ولی همیشه فکر میکنم که اگر خیلی با خودم مرور میکنم و همیشه هم آخرش میگم اگه من میدونستم که اون آخرین باره چه چیزایی بهش میگفتم، یا چقدر طولانی تر حرف میزدیم، کی خدافظی میکرد، چه جوری قطع میشه، خیلی خیلی مرور میکنم. و حالا بقیه چیزای زندگی آدم هم همینه. حالا این تکنیکه که میخوام بهتون بگم دقیقا راهش همینه که شما هر کاری که دارید میکنید، هر کسی رو که تو زندگیتون میبینید، هر تجربه که میکنید، یه لحظه مکث کنید و با خودتون فکر کنید که شاید این آخرین باری باشه که دارم این کار رو میکنم، مثلا شاید این آخرین لیوان چایی باشه که من دارم میخورم. چقدر بیشتر تو همون لحظه وقت بهش دقت میکنید، مثلا به داغیش، به حسی که آدم وقتی مثلا یه قلوب ازش میخوره داغ میشه گلوش، چه میدونم، به طعم چایی، به این مثلا بخاری، این عرقی که کرده روی لیوان، خیلی چیزا دیگه، خیلی خیلی هر چیزی هزار تا جزئیات داره. حالا مثالی که توی این فایل صوتی خودش میزد، میگفتش که مثلا حالا همه خیلی عادی خانوادگی نشسته، مثلا شوهرتون داره رو کاناپه نشسته داره کتاب میخونه، یه لحظه فکر کنید که این آخرین باریه که اونو در حال کتاب خوندن دارید میبینید، به نمیدونم جزئیات موهاش، شکل دستاش، مدلی که کتاب با ورق میزنه، اون جوری که نشسته، حالت نشستنه، همه چیزش میتونی حداقل یه دو سه دقیقه با تمرکز و جزئیات فکر کنید. این هم دوتا حس به آدم میده، هم باعث میشه که چند لحظه واقعا حالت مراقبه آدم 100% توی لحظه باشه و به هیچ چیز دیگه فکر نکنه جز اون لحظه، اون اتفاق، اون تجربه، هم اینکه یهو احساس میکنید که چقدر خوشبختم که الان این لحظه این آدم رو کنار خودم دارم، صحیح و سالم و میتونم نگاهش کنم. یا مثلا من چقدر خوشبختم میتونم این چای رو بخورم. شاید خیلی ها الان به خاطر خیلی بیماری ها نتونن صبحشون رو با یه قهوه یا با یه چای داغ یا با یه هر چیزی که دوست دارن شروع کنن، یا مثلا شیرینی. من چند وقت پیش توی اینستاگرام تصادفی دیدم یه کسی یه پیج رو شیر کرده بود، یه خانومی که حالت مثلا فشن بلاگر
داشت و اینا، الان هم اصلا یادم نمیاد اسمش، بر اینستاگرام هم ندارم که برام چک کنم ببینم پیداش میکنم تگش کنم بنویسم آیدیش رو اینجا یا نه. برها که خودش نوشته بود خیلی عادی اون روز رو شروع کرده، حاضر شده، فلان شده مثل هر روز، و یه دفعه به خاطر یه اشتباه تو سیمکشی های برق ساختمون یا هرچی خونهشون آتیش گرفته بود و این خانم مجبور شده بود که از پنجره بپره پایین، و خب مسلما خیلی آسیبای جدی دیده بود، از طبقه دوم اینا پریده بود پایین، چندین تا عمل روش کردن و اینا، و الان تازه تازه داره با کمک باکر و اینا میتونه چند قدم راه بره. مثلا همین یه اتفاق زده، همین الان که من با شما حرف میزنم اصلا نمیدونم 5 دقیقه دیگه چی میشه. میدونید چی میگم؟ واقعا شاید این آخرین ویدیویی باشه، آخرین باری باشه، این آخرین لباسی باشه که منو توش میبینید توی ویدیو. نه اینکه بمیرم، میگم آدم همیشه تا میگین شاید این آخرین بار باشه فکر میکنه که یعنی که میخوای بگی بعدش من ممکن بمیرم. نه، ممکنه همین یه اتفاق مثل همین دوست بلاگرمون بیفته دیگه، فهمیدین، گرفتین ماجرا رو دیگه. بنابراین بیایم چیز کنیم، همین امروز فقط، یه امروز، چون که آدم زیادم بیفته توی این گرداب آخرین بار آخرین بار یه حالت شاید پارانویای وسواسگونه با آدم بده، ولی یه روز حالا امتحان کنید اتفاقایی که تو اون روزتون میفته. مثلا میرید سر کار، اگه که کارمند هستید و یه جای کار میکنید، من خودم زمانی که کارمند بودم واقعا 90% روزا با عذاب وارد شرکت میشدم، یعنی ورودی شرکت رو با قصه میرفتم تو، چون همه میدونن دیگه من از کارمند بودن بیزار بودم. ولی اگه کارمندین، حالا اگه یه همچین حالتی دارید، اگه عاشق کارتونید که خب چقدر عالی، چه خوش بالتون، ولی اگه یه همچین حالتی دارید که مثلا صبح با غم وارد شرکت یا محل کارتون میشین، امروز یه لحظه قبلش مکس کنید و فکر کنید که شاید این آخرین باری باشه که من میرم تو این شرکت. ببینید چقدر مثلا حالا سلامایی که با همکاراتون میکنی، اون آبدارچی، اون کسی که براتون چای میاره، چطوری ازش تشکر میکنید اگه آخرین باره، یا کارتون، اصلا کاری که دارید انجام میدین و چقدر بهتر انجام میدین، چقدر دقیق تر، چون ممکن آخرین بار باشه. همه اینا دیگه نمیدونم چه، حالا هی فکر میکنم باید هی مثال بزنم، مطمئنم که خودتون خیلی چیزا تو ذهن. اگر امتحان کردید بعد بیاید حستون یا اون نتیجه رو برام بنویسید تو کامنت ها. مثلا همین اینستاگرام، من از کجا میدونستم که اون آخرین استوری که گذاشتم اون روز بعدش قرار اینستاگرامم بپره؟ زندگی دیگه، ولی چاره جز تسلیم شدن تو این جور مسائل نداریم. قدر بدونیم، ولی نتیجه هر چیزی که شد ما واقعا تسلیمش باشیم، تلاش کنیم ولی باز نتیجه هر چیزی تسلیم باشیم. این قانونیه که من به این نتیجه رسیدم، دنیا داره، زندگی داره، و اگه که با این قانون آدم در بیفته فقط به خودش سخت میگذره. اگر که سعی کنیم که با این قانون پیش بریم و بالا پایین کنیم خودمون رو توی مشکلات زندگی، توی اتفاقای ناخوشایند یا خوشایند، حتی اون احساس خوشبختی که همه میگن احساس خوشبخت بودن رو بیشتر ممکنه تجربه کنیم. خیلی حرف زدم، ببخشید چایم هم سرد شد، نخوردم، از چای سردم بیزار، ولی اگه چون این ممکن چای آخر باشه دیگه قر نداریم میخوریمش دیگه. مراقب خودتون باشید، سعی میکنم دوباره زود ویدیو براتون بذارم. تا ویدیو بعدی. Things you said to me, it seems like